سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم گزارش ها از وقوع انفجاری مهیب در شرق تهران حکایت دارد بر اثر این انفجار دو نفر جان خود را از دست داده و شیشه برخی خانه ها شکسته شده است این انفجار در اطراف سایت نظامی پارچین رخ داد سازمان صنایع دفاع با صدور اطلاعی این انفجار را آتش سوزی اعلام و به علت آتش سوزی نیز اشاره نکرده است نظامیان وابسته به دولت اسلامی وارد بخش های شرقی شهر کوبانی شدند. کوبانی در شمال سوریه و در نوار مرزی با ترکیه قرار دارد و تصرف آن برای این گروه تروریستی بسیار مهم است. از شهر کوبانی در شمال سوریه که توسط پیکارجویان گروه دولت اسلامی محاصر شده خبرهای زد و نقیزی در رسانه های جهان باستاب یافته است. یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه از ای در شرق کوبانی عکسی گرفته که نشان می‌دهد بر فراز این تپه پرچم داعش به اهتزاز درآمده است. رئیس دولت خودگردان کوبانی نیز گزارش داده که قسمت‌های شرقی این شهر ظاهراً به تصرف توریست‌های داعش در آمده و پرچمشان را در این مناطق برافراشتند. بر اساس گزارش که در برخی رسانه های دیگر انتشار یافته ظاهرا تروریست ساختمان تلویزیونی کوبانی را نیز تصرف کردند و بر فراز آن پرچمشان را به اهتزاز درآوردند این اولین بار است که گزارشهایی از ورود نیروهای داعش به داخل شهر کوبانی منتشر می شود. خبرنگاران محلی هم از وقوع درگیری های خیابانی در داخل شهر خبر دادند. به گفته این خبرنگاران یگان حفاظت خلق کرد سوریه در حال تخلیه غیر نظامیان باقی مانده از داخل شهر هستند. درگیری ها در این منطقه باعث آواره شدن بیش از صد هزار نفر از ساکنان این شهر عمدتا کردشین و پناه بردن آنها به ترکیه شده است. از روزهای گذشته توریست های گروه دولت اسلامی تلاش میکنند شهر کوبانی را از شرق و غرب به تصرف خود درآورند. توریس ها بر تپه ای که در قلب کوبانی واقع شده تسلط پیدا کردند و از فراز این تپه شهر را هدف توپخانه خود قرار دادند. با وجود آنکه پیشمرگ های کرد که دفاع از شهر را به عهده گرفتند از سلاح و امکانات کافی بی بهرند اما همچنان از شهر دفاع میکنند. این تپه از نظر استراتژیک بسیار اهمیت دارد و از شنبه 4 اکتبر محل درگیری های خونین بین مدافعان شهر و توریس ها بوده است در همین حال احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه به شبکه تلویزیونی CNN گفته است ترکیه قصد ندارد به یاری پیشمرگه های کرد بشتابد به گفته داوود اغلو اگر ترکیه به کوبانی نیروی زمینی بفرستد می بایست در سراسر سوریه عملیات نظامی انجام دهد نخست وزیر ترکیه در گفتگو با سی این, این از رایزنی های در پارلمان ترکیه برای به دست آوردن راهکارهای موثر در مقابل با داعش خبر داده است در رویدادی دیگر مرتبط با تحولات و اخبار مربوط به داعش گفته می شود ایالات متحده آمریکا با انجام هشت حمله هوایی در سوریه سعی در کشتن یک مأمور سابق اطلاعاتی فرانسه داشته که به القاعده پیوسته است یک سایت آمریکایی این خبر را به نقل از افراد آشنا به هویت و نقل مکانهای این مأمور اطلاعاتی منتشر کرده است این سایت از قول دو مأمور اطلاعاتی اروپایی شخص فرانسوی به القاعده پیوسته را عالی ترین رتبه معمولی دانستند که تاکنون به گروه های توریستی پیوسته است دو منبعی که خبر را در اختیار سایت قرار دادند اقدام معمور فرانسوی را یکی از خطرناکترین تحولات در رویارویی درازمدت جهان با القاعده و داعش توصیف کردند دو منبعی که خبر را در اختیار سایت قرار دادند اقدام معمور فرانسوی را یکی از خطرناکترین تحولات در رویارویی دراز مدت جهان با دولت اسلامی توصیف کردند. منابع مختلف تایید کردند که یالات متحده با حمله هوایی به هشت محل استقرار نیروهای جبهت و وابسته به القاعده قصد کشتن این معمور فرانسوی را داشته است. به نظر می رسد که مامور فرانسوی از حملات هوایی آمریکایی که در جریان آن 47 موشک کروز شلیک شده جان سالم به در برده است و در تحولی دیگر هم دیوید جانسون وزیر دفاع استرالیا گفت که نیروهای داعش در عراق برای فرار از بمباران های هوایی به سرعت خود را در شهرها مخفی می کنن. جانسون گفت که جنگنده های نیرو هوایی استرالیا آماده عملیات و در انتظار مشخص شدن اهداف خود خواهند ماند. این در حالی است که تعداد زیادی از جنگنده های نیروهای اطلاف در حملات هوایی بر فراز عراق شرکت دارند. او به شبکه خبری ABC گفت ما آماده پرواز، انجام عملیات و در صورت نیاز کمک به نیروهای امنیتی عراق هستیم. اما بعضی مواقع کمکی از ما خواسته نمی شود. جانسون یادآور شد که نیروهای داعش خود را با حملات هوایی تطبیق می دهند و به همین دلیل ممکن است اهداف کمتری برای حملات هوایی وجود داشته باشد. و افزود کاملا روشن است که نیروهای داعش به صورت خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند و در فضاهای باز ظاهر نمی شوند تا نیروهای امنیتی عراق آنها را تشخیص داده و فرمان حمله هوایی را بدهند. مخفی شدن این نیروها در شهرکا و روستاها کار را مشکل می کند. نیروهای امنیتی عراقی باید وارد این شهرکا بشوند و این نیروها را از میان ببرند. گفتنی جانسون این موضوع را هنگام تایید خاتمه دو پرواز هواپیماهای جنگنده این کشور بر فراز شمال عراق عنوان کرد. این دو پرواز جنگنده های نیرو هوایی استرالیا بدون شلیک گلوله ای به پایان رسید. در حالی که حلقه محاصره کوبانی لحظه به لحظه تنگتر می شود، رهبران کرد سوریه از دولت ترکیه درخواست کردند اجازه ورود نیروهای کمکی که خواهان پیوستن به شهروندان کوبانی هستند را از طریق مرز خود بدهد. مایستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر. در حالی که کوبانی از روز گذشته زیر شدیدترین حملات خونپاره‌ای از سوی نیروهای تروریستی داعش قرار گرفته اما مردم شهر همچنان با کمترین امکانات در حال مقاومت و حفاظت از شهر هستند با این همه نگرانی‌ها از بابت سقوط شهر هر لحظه افزایش پیدا میکنه چرا که نیروهای داعش به محبت اطراف شهر رسیدند حتی در تصاویر منتشر شده پرچم سیاه رنگ داعش بر روی یکی از تپه استراتژیک اطراف شهر هم دیده میشه البته نیروهای مقاومت کردی میگن که داعش هنوز نتونست شهر رو تصرف کنه و درگیری ها بیشتر در اطراف شهر هستش اما در همین حال با وضعیت نگران کننده به وجود اومده رهبران کرد سوری از مقامات ترکیه خواستن که به نیروهای کمکی که از چند روز قبل قصد پیوستن به مردم شهر رو دارن و در پشت مرز ترکیه با ممانعت ارتش این کشور روبرو شدن اجازه ورود بده که اونها هم بتونن به کمک مردم کوبانی بیان همینطور برخی گزارش های تایید نشده حکایت از اون داره که صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه به ترکیه اومده تا در این زمینه با مقامات ترکیه و همینطور مقامات ارشد سازمان اطلاعات و امنیت این کشور گفتگو کنه هرچند روز جمعه آقای داود اغلو گفته بود که اجازه سقوط کوبانی رو نمیدیم اما مشخص نیست اقدام عملی ارتش ترکیه در این رابطه چه زمانی و چگونه خواهد بود در شرایط کنونی تنها تانک های ارتش ترکیه در خط مرزی و همجوار با کوبانی صف کشیدن فاصله نزدیک آنها با کوبانی امکان دیدن تمام فعل و انفعالات در شهر رو به هر بیننده با چشم غیر مسلح هم میده آسمان شهر پوشیده شده از دود ناشی از حملات مداوم خونپاره نیروهای داعش حتی گفته میشه که کودکان پیرمران و پیر زنان نیز با اندک سبک تجهیز شدن تا نذارن کوبانی از نفس بیفته و شهر سقوط بکنه شاید این روزها و شبهای قمبار کوبانی برای ما بیشتر یادآور روزهای مقاومت خورمشهر هست در برابر لشکر تاب دندان مسلح بحثی اما در همین ارتباط روز گذشته روستاهای مرزی ترکیه هم توسط مقامات محلی تخلیه شدن البته روز دوشنبه هم ما باز شاهد اصابت چند خمپاره به این روستاهای مرزی ترکیه مشخصا روستای مرشد پینار بودیم که به دلیل اینکه روستا قبلا از سکنه تخلیه شده بود خوشبختانه این حملات آسیبی رو در پی نداشته با این همه هنوز مشخص نیست هدف از تخلیه روستای مرزی ترکیه نگرانی از بابت این گونه حملات بوده یا اقدامات اولیه در جهت ایجاد همون منطقه حال مرزی که ترکیه پیشتر مطرح کرده بود اما اشاره هم بکنم در ارتباط با تحولات دو روز اخیر ینس استولنبرگ دبیرکل کل جدید ناتو گفته که ترکیه متحد ما هستش و ناتو از این کشور در برابر حملات داعش دفاع خواهد کرد سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی زندانی که از روز نهم مهر در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب قضای تر زده با بیان اینکه جلوی درب زندان اوین تحصن کرده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته امروز صدومین روز بازداشت دخترم است حال دخترم در زندان خوب نیست و در این صد روز هیچ کدام از مسئولان صدای ما را نشنیدند من در اعتراض به این وضع از امروز جلوی درب زندان میستم تا دخترم آزاد شود در آخرین ملاقاتی که خانم مشتاقی با دخترش داشته گفته که قنچه لاغر شده و از نظر روحی در وضعیت مناسبی قرار ندارد وبسایت کلمه از محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دادگاه بدوی به 15 سال حبس تعذیری و چهار میلیارد تومان جزای نقدی خبر داده است این وبسایت همچنین نوشته این حکم در حالی به مرحله تجدید نظر رسیده که مسئولان قوه قضایی برای پنهان کردن محتوای حکم با متهم اصلی این پرونده همکاری می کنند و پیگیری های مکرر رسانه ها در هفته های گذشته برای کسب اطلاع در این باره با عدم پاسخگویی دستگاه قضایی روبرو شده است تا از تهدیدهای او برای افشاگری متقابل خلاص شوند پیشتر محسنی اژهای گفته بود محمد رضا رحیمی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شده اما وکیل وی به این حکم اعتراض کرده بود محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس گفته خواستگاه حسن روحانی اصولگرایی است و کدهای زیادی در زندگی سیاسی وی در این باره وجود دارد وی افزوده آنقدرها ساده نیست که هاشمی روحانی و خاتمی بتوانند جمع شوند جریانی را تشکیل دهند و اسمی روی آن بگذارند به گفته نایب رئیس مجلس هاشمی و روحانی می توانند جریان اعتدال را مدیریت کنند اما محمد خاتمی دیگر نمی تواند وی همچنین گفته سه جریان اعتدال کار و اصلاح طلبی نمی توانند با هم ائتلاف کنند نماینده کار مجلس نامنگاری محمد خاتمی به علی خامنه‌ای ای پس از جراحی وی را کار خوبی دانسته اما گفته خاتمی در فتنه نقش بزرگی داشته و قطعاً با نوشتن یک نامه نمیتواند به عرصه قدرت بازگردد آقای باهنر گفته فتنه تمام نشده و یک زخم کاری بود و تا ترمیمش فاصله بسیار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید بحران های متوالی در خاور میانه که ناشی از رقابت های ژئوپلیتیکی است موجب شده تا مسائلی چون پرونده هسته ای و بحران سوریه به راه حل مطلوب نرسند در همین حال یک مقام ایران درباره مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته قرار است در این گفتگوها درباره دو اقدام عملی جمهوری اسلامی مذاکره شود به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد کسانی که در بحرانی نشان دادن پرونده اتمی ایران منافعی دارند تلاش دارند تا این بحران ساختگی ادامه پیدا کند آقای ظریف افزود که این بحران از سوی برخی از بازیگران در منطقه تبلیغ شده تا پوششی را برای توجیه اهداف استراتژیک کوتاه مدت آنها در منطقه ایجاد کند وزیر خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را در نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرده که در تهران برگزار شده است. آقای ظریف در این نشست گفته است کشورهای طرف مذاکره با ایران باید واقعیتها درباره مسئله هسته ایران را بپذیرند. شرایط با ده سال پیش متفاوت است و نمیتوان به گذشته بازگشت در رویدادی دیگر هم سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره مذاکرات روز پانزدهم مهر با هیئتی از آژانس المللی انرژی اتمی در تهران گفت قرار است در این گفتگوها درباره دو اقدام عملی مهم ایران مذاکره شود بهروز کمالوندی در گفتگو با ایرنا در توضیح این دو اقدام عملی گفت قرار است طرفین درباره ادعاهایی درباره انفجار آزمایشی در مقیاس بالا و برخی مقالات چاپ شده در ایران گفتگو کنند این مذاکرات در چارچوب گام سوم از توافق مقدماتی جمهوری اسلامی انجام می شود و سفر ترو واریو وانتا معاون امور پادمان ها و هیئت آژانس بین انرژی اتمی به تهران برای نهایی شدن این دو موضوع آخر از گام سوم توافق ایران و آژانس صورت میگیرد. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که قرار است معاون امور پادمان ها و هیئت آژانس برای ادامه گفتگوها درباره مسائل فیما بین به ایران بیایند. او در عین حال گفت مسئله مایه تاسف این است که حفظ اطلاعات طبق بندی شده در آژانس دوباره رعایت نشده و در حالی که ایران و آژانس مشغول برنامه ریزی بودند خبر آن از سوی یک رسانه غربی منتشر شده است به گفته او این موضوع یک بار دیگر نگرانی جمهوری اسلامی درباره وجود جاسوسی در آژانس را تایید می کند. جمهوری اسلامی و آژانس بعد از توافق بر سر 13 اقدام در گام های اول و دوم در اردی بهشت ماه گذشته درباره پنج اقدام عملی دیگر در گام سوم به توافق رسیدند. اکنون آقای کمالوندی گفته که این هیئت به منظور مذاکره درباره مسائل بین جمهوری اسلامی و آژانس در گام سوم به تهران سفر می کند و از فردا مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز خواهد کرد. در گام نخست توافق دیوکی یا آمانو مدیر کل آژانس در سفر به تهران و در دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره شش اقدام عملی از جمله بازدید و بازرسان از معدن گچین در بندر عباس و کارخانه آب سنگین عراق توافق کردند پس از برداشته شدن گام اول در گام دوم جمهوری اسلامی در بهمن ماه متحد به اجرای هفت اقدام عملی از جمله ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت شده مرتبط با معدن ساغند یزد و کارخانه تقلیز اردکان و همچنین تحویل پرسشنامه اطلاعات راکتور آی آر چهل عراق شد. اما در گام سوم طرفین در سی اردی بهش ماه امسال درباره پنج اقدام عملی دیگر به توافق دست یافتند که باید تا سوم شهری ور ماه اجرا می شد. بر اساس اظهارات رضا نجفی از این پنج گام سه اقدام مربوط به موضوعات جاری و دو اقدام عملی درباره مسائل گذشته است. گفتنیز جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک سرگرم مذاکرات جامع با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران هستند. مهلت پایان این مذاکرات سوم آذر مطابق با 24 نوامبر تعیین شده است طرف های مذاکره کننده از رسیدن به توافق نهایی بر سر پرونده هسته ایران ابراز خوشبینی کردند با این حال برخی از ناظران ایرانی و غیر ایرانی در مورد نتیجه مذاکرات بدبین هستند به نوشته ی روزنامه های بریتانیا، ترکیه حدود 180 نفر از جهادی های زندانی را با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرده. از جمله روزنامه تایمز لندن نوشته دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیایی، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان ها بودند. داعش این 49 ترک را در موسل به گروگان گرفته بود. پیشتر دولت ترکیه در مورد آزادی این گروگان ها گفته بود در عملیاتی محرمانه آنها را آزاد کرده است در همین حال وزیر دفاع ترکیه میگوید ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش به ترکیه تهیه کرده است اسمت یولدیز گفته است این طرح به درخواست ترکیه آماده شده و در صورت لزوم عملیات دفاع مشترک اجرا خواهد شد در حال حاضر ارتش ترکیه ده ها تانک را در نقطه مرزی با سوریه در نزدیکی شهر کوبانی مستقر کرده است. در دو انفجار انتحاری سی جنگجوی کرد در شهر حسکه سوریه کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد دو سوء قصد کننده انتحاری کامیون های بمبگذاری شده خود را در دو پست بازرسی در مبادی ورودی این شهر واقع در شمال شرقی سوریه منفجر کردند. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه ای گفته است با احضار سفیر سوئد به تصمیم دولت جدید این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی اعتراض کرده است. در این بیانیه آمده است این اقدام نه تنها کمکی به روابط اسرائیل و فلسطینی ها نمی کند بلکه آن را بدتر خواهد کرد. دولت اسرائیل قبلا تصمیم دولت سوئد را عجولانه و بدون درک درست مسئله توصیف کرده بود در همین حال قرار است پارلمان بریتانیا هفته آینده در رایگیری نمادین نظر خود را درباره اینکه دولت باید کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد یا نه اعلام کند صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی با صدور دستوری اختیار و دامنه تصمیمگیری قلم حسین محسنی اژهای معاون اول خود در این قوه را افزایش داد پیشتر احکام اعدام و قصاص باید با موافقت رئیس قوه قضایی به اجرا گذاشته میشد که صادق لاریجانی این اختیار را بنا به دلایل نامعلومی به معاون اول خود تفیز کرده است رئیس قوه قضایه جمهوری اسلامی ضمن ابلاغ وظایف و اختیارات غلام حسین محسنی اجهی معاون اولین قوه تصمیم درباره اجرای احکام ادام در پرونده های مواد مخدر را به وی واگذار کرد. به گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی صادق آمولی لاریجانی شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضایی را در نامه ای به غلام حسین محسنی اجعی ابلاغ کرد. در نامه آقای لاریجانی اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام سلب حیات در پرونده های مواد مخدر از جمله اختیارات معاون اول قوه قضایی ذکر شده است. صادق آمولی لاریجانی روز 26 شهری بر ماه انتقاد دبیرکل سازمان ملل از ها در ایران را عجیب خوانده و گفته بود که بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است بانکیمون کل سازمان ملل در گزارش سالیانه خود از افزایش ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود به گزارش خبرگزاری رویترز بنابر اطلاعات دانشکده حقوق کرنل در سال گذشته میلادی بین 624 تا 727 مورد اعدام در ایران انجام شده در حالی که این رقم در سال 2012 میلادی بین 314 تا 580 نفر بوده است بنابر گزارش این دانشکده حقوق دست کم 2000 نفر در ایران با حکم اعدام روبرو هستند اتخاذ تصمیم در خصوص ماده های 356 و 424 قانون مجازات اسلامی از جمله دیگر اختیارات واگذار شده به آقای محسنی اجه است. بر اساس ماده 424 قانون مجازات اسلامی اگر برخی از صاحبان حق قصاص قائب باشند و مدت غیبت آنان طولانی باشد رهبر جمهوری اسلامی می تواند به جای آنان تصمیم بگیرد. همچنین بر اساس ماده 356 قانون مجازات اسلامی درباره مقتولی که کودک و یا دیوانه باشد و سرپرست قانونی نداشته باشد رئیس قوه قضاییه با اخذ اجازه از رهبر جمهوری اسلامی اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفیز می کند غلام حسین محسنی روز 29 مرداد ماه به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب شد وی در دوره اول پنج ساله ریاست صادق آمولی لاریجانی داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی بود اجی در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود اما در سال 1388 پس از اعتراض به اجرا نشدن دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی جمهوری از وزارت اطلاعات برکنار شد. قلم حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی ایران از تحقیق از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داد. پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود واریس کرده است. سخنگوی قوه قضایی درباره پرونده سعید مرتضوی هم گفته برای بخشی از پرونده وی حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است سخنگوی قوه قضایی ایران همچنین از دستگیری دو نفر و تعقیب افرادی دیگر در ارتباط با آنچه که او خروج اسناد تاریخی از کشور خواند خبر داد و گفت بی, بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می کنند اقدام به جاسوسی کنند یا به اسنادی دسترسی و جمهوری اسلامی ایران می تواند موضوع را از لحاظ بین المللی پیگیری کند. محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه زمین خاری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اصفناک است از قوه قضایی خواست شعبه دیجی برای بررسی صد نقطه از تصرفات غیرقانونی در تهران اختصاص داد آقای هیدرزاده در یک نشست خبری از کشف زمینخواری بزرگ در مناطق حفاظت شده خبر داد و با اشاره به اینکه زمینخواری در استانهایی مانند فارس، تهران و استانهای شمالی گسترده تر است گفته تصرفات غیرقانونی در استان تهران بیشتر است و این تصرفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گرد. به افزوده تنها در استان تهران 24 هزار هکتار تصرف غیرقانونی داشتیم. نخستین بخش کیفرخواست 125 صفحه‌ای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در 53 صفحه منتشر شد. بخش نخست این کیفرخواست مربوط به تخلفات مالی، جرائم اقتصادی و مفاسد اخلاقی مهدی هاشمی است. در ابتدای این کیفرخواست 53 صفحه‌ای آمده که کل پرونده هاشمی 20 جلد و بیش از 6000 صفحه بوده و بیش از 1000 صفحه آن مربوط به شرکت استات اویل است. 181 برگه این پرونده را نیز اتهامات مهدی هاشمی در حوادث سال 88 تشکیل داده است در این کیفرخواست همچنین آمده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهیه نه جلد این پرونده نقش داشته است مشتبه ملکی مشاور وزیر آموزش و پرورش ایران از ازامه بیش از پنج هزار روحانی مبلغ به مدارس کشور خبر داد. آقای ملکی گفته است با راهندازی کمیتای هماندیشی حوضه های علمیه و آموزش و پرورش به دنبال ارتقای کیفیت فعالیت های فرهنگی و دینی و همچنین گسترش آنها در کل مدارس کشور هستیم. به گفته وی این تعداد روحانی روزانه بین سه تا چهار ساعت در مدارس مستقر بوده و به سوالات دانش آموزان در زمینه های مختلف احکام، مسائل شرعی و اخلاقی پاسخ می دهند. علی یونسی مشاور ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی میگوید همه فرقه ها از حقوق شهروندی برخوردارند اما حق تبلیغ ندارند علی یونسی هدف حکومت را همگرایی اقوام عنوان کرد و درباره عبدالملک ریگی هم گفت که عبدالملک ریگی جمهوری اسلامی وی را تروریست میدانست نباید ادام میشد دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها در مصاحبه ای گفته است عبدالمالک ریگی که جمهوری اسلامی وی را تروریست میداند نباید اعدام میشد و در عین حال بار دیگر تاکید کرده که دولت حسن روحانی هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل در دست نگرفته است علی یونسی روز 18 آذر پارسال نیز گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به تسخیر دولت حسن روحانی در نیامده است. وی در ای با خبرگزاری فارس گفت که منظورش از واژه تسخیر این بوده که دولت هنوز این وزارتخانه را به طور کامل در دست نگرفته است. علی یونسی در ارزیابی خود از عملکرد محمود علوی وزیر اطلاعات نظام اسلامی نیز تصریح کرد من فقط میگویم آقای علوی روی کرده اخلاقی و قانونی دارد و باید کمکش کنیم تا تسلط لازم را به طور کامل بر کارش پیدا کند. به همچنین دستگیری عبدالمالک ریگی را از کارهای درخشان اطلاعاتی توصیف کرد و در عین حال افسود ای کاش در اجرای حکم ریگی عجله نمیشد و زنده نگهش می داشتند. عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه جندالله سی خرداد 89 به اتهام محاربه و افساد فل در زندان اوین به دار آویخته شد. آقای یونسی با اشاره به عبدالله اوجالان رهبر پیکاکا که از 14 سال پیش در جزیره در ترکیه زندانی است گفت که نگهداری عبدالمالک ریگی برای امنیت ملی بهتر از حذف او بود. وی تصریح کرد هر زمانی می شود حکم را اجرا کرد ولی همیشه هم نمی شود از دشمن استفاده و بهره برداری امنیتی کرد چون وقتی از دست رفت دیگر از دست رفته است. آقای یونسی در بخش دیگری از سخنان خود با ممنوع و خطرناک توصیف کردن دعوت مردم به یک مذهب و یا فرقه افزود فرقه ها حق تبلیغ و دعوت ندارند. اما از حقوقی که قانون و شر برای آنها برشمرده است برخوردارند و به هیچ بحانه ای نمی شود. این حقوق را از آنها سلب کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اسلام، ادیان مسیحی، یهودی و زردشتی به رسمیت شناخته شده، اما حکومت اسلامی ایران بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و برخی مسئولین جمهوری اسلامی از آن به عنوان فرقه زاله نام می برند. همچنین برخی از رسانه های ایران از برخی از اشکال عرفان به عنوان فرقه نام میبرند جامعه بهایان بارها از جلوگیری از انجام مراسم و مناسک مذهبی تحصیل و نیز بازداشت زندانی کردن و اعدام اعضای خود توسط جمهوری اسلامی خبر داده است از سوی دیگر در سالهای گذشته خبرهای متعددی درباره تخریب های دراویش گنابادی و بازداشت تعدادی از دراویش منتشر شده است دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی در امور اقوام و اقلیت ها همچنین گفت مصریم که حقوق شهروندی رعایت و تدوین و بعد از ارائه به مجلس تصویب و اجرا شود وی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه در منشور حقوق شهروندی بناست برای افراد درگیر فرقه های باطل تسهیلاتی داده شود گفت که اصلا اینطور نیست آقای یونسی با تاکید بر برخورداری شهروندان ایرانی از حقوق مطرح شده در قانون اساسی افزود حقوق شهروندی یعنی هر کسی که تابعیت ایران را دارد از این امتیازات برخوردار باشد مثلا میخواهد رانندگی یاد بگیرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی پنجم آذر پارسال ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اسفند پارسال در گزارش خود اعلام کرده بود که این منشور به مواردی مانند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان یا حقوق زنان از جمله برای انتقال حق شهروندی به فرزندان خود نپرداخته است. سازمان ملل در ارزیابی جدید خود اعلام کرده با وجود جانباختن هزاران مهاجر قاچاقچیان انسان همچنان به این تجارت 7 میلیارد دلاری سالانه میان آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی ادامه میدهند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفته است به دلیل اعتماد زنان، کودکان و مردان آسیب پذیر به جنایتکاران برای قاچاق آنها به آن سوی مرزهای ملی فجایع هولناکی هر روز روی میدهد و تنها تلاش های مشترک بین المللی می به بازداشتن قاچاقچیان کمک کند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2000 حدود 40 هزار مهاجر در تلاش برای ورود غیرقانونی به یک کشور جدید جان باختند. اما جایزه نوبل پزشکی 2014 به سه پژوهشگر مغز رسید. این جایزه به جان او کیف آمریکایی بریتانیایی و می بریت موزر و ادوارد موزر نروژی اعطا شد. نوبل پزشکی امسال به خاطر کشف سیستم موقعیتیابی مغز به آنها اهدا شده است. جایزه نوبل معتبرترین جایزه علمی است. بنیانگذار این جایزه آلفرد نوبل شیمیدان سوئدی و مختره دینامیت است و بنابر سلط هر سال جوایز نوبل در ده دسامبر سال روز مرگ آلفرد نوبل به برندگان آن اعطا می شود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.